باز هم در مقابلش کولیبالی و فرزاد جعفری. فرصت همچنان هست و نقطه پنالتی برای ماشین سازی. دخالت به موقعی که سامان نریمان جهان داشت. بیه احمد رضا زنده رو با پای چپ ضربه‌شو میزنه دروازه‌بانو فریب میده و اولین گل برای ماشین سازی. ماشین سازی 1-0 دقیقه 14 بازی. احمد رضا زنده رو از روی نقطه پنالتی پشت توپ قرار گرفته، کوتاه کارو شروع میکنه از سمت چپ. وحید حیدری ارسال بلندی بازیکن موسی کولیبالی، ضربه سر اول رو میزنه و چقدر زود فولادی ها نتیجه رو جبران میکنند. نریمان جهان خودش هست و دو سه بازیکن ماشین فولاد، خود سامان نریمان جهان و یه گل دیدنی از این بازیکن. یه سوپر گل از سامان نریمان جهان که با حساب کار رو 2-1 میکنه. ماشین سازی ارسال انجام شد روی دروازه، یک ضربه سر دیدنی و یک گل زیبا برای فولاد خوزستان. روی تیر 1 ضربه سری که زده شد و توپ در درون دروازه قرار گرفت. ارسال این بازیکن روی دروازه پشت محوطه جریمه، فرصت برای بازیکن فولاد هست. یک ضربه از پشت محوطه جریمه و باز هم گل برای فولاد در آخرین لحظات نیمه اول و حساب کار 3-2 میشه تا فولاد برنده به رختکن بره. علیپور تو زده، پاس ترابی برای علیپور داخل محوطه جریمه، خود علیپور سر توپ قشنگش دوباره میکاره، ترابی میزنه به توی دروازه. آهسته رو از خود ترابی شروع شد، پاس برای علی علیپور رفت توی فضای پشت مدافعان پیکان، سر توپ کاشت و عالی زد ضربه‌شو مهدی ترابی، اینطوری با یه بغل پای راست دروازه رو باز کرد مهدی ترابی. سعید واسعی چپ پا میزنه به سمت چارچوب، خطرناک و گل برای پیکان. یوسانی و همه کار کرد، سعید واسعی خیلی خوب ضربه‌شو زد و تو نزدیک به علی بیرانوند خورد زمین، گرفتن اسلش و اینطوری وحید امیری رام نظام بازیکن خودی رو، امید آلیشا یه ارسال توی دروازه، یک ضربه ایستاد و اینم گل، گل دوم برای پرسپولیس. زمین فرستاده بشه، ارسال عالی آلیشا بلشت و اینطوری زاویه سرش رو زد نوراللهی و بازی رو 2-1 میکنه. سد دفاعی نساجیان با دو بازیکن بسته میشه، مینبلو از زاهدون یه ضربه و به این صورت دروازه باز میشه. اینقدر ضربه محکم نبود که بتونه مغلوب بکنه میرزازاد رو، اما خب توپ در مقابل میرزازاد به زمین خورد و کار رو سخت کرد برای نیما میرزازاد. سوگیتا یه بازیکن رو پشت سر گذاشت، خودش در بین دو سه بازیکن، ببینیم چی کار میکنه با این توپ. یه پاس خوب، یه موقعیت خطرناک، ببینیم دروازه باز میشه یا نه. و بله، ساسان انصاری دروازه رو باز میکنه. غافلگیر شد خط دفاعی نساجی یک لحظه. سوگیتا پاس زیبای سوگیتا رو بازیکنان تاثیرگذار و بزرگ آش صفی این بار توپ رو میگیره در محوطه جریمه، یه ارسال و ضربه صد، یه اشتباه دیگه و گل سوم. اشتباهات پشت سر همه بازیکنان نساجی. 15 دقیقه ابتدایی نیمه ببینید، بله نه یه اذیت کرده نساجی رو در سمت چپ، یه بازیکن از پیش رو برداشت، یه ضربه فنی و چه گلی میزنه این سوگیتای ژاپنی. دیگه آب سردی بود این گل، چه کردین ژاپنی کوچولو بدین صورت. حسینی میرسه، یه دور میزنه سید محمد رضا حسینی روی پای چپ ارسال به روی دروازه، خطرناک موهبی، فرصت برای بازیکنان سپاهان و گل. دروازه گلگهر به همین راحتی باز شد توسط سجاد شهبازاده روی غفلت مدافعین این تیم. ببینیم با هم توپی که ارسال شد به روی دروازه، ضربه سر موهبی و شوت سرکش موهبی وارد محوطه جریمه هم میشه، یه دور میزنه موهبی، فرصت خوب، قربانی و دروازه و گل دوم. گل دوم برای سپاهان روی ضد حمله بسیار خطرناک و تموم میشه کار گلگهر در این دیدار دیگه. یه جورایی بازی رو بدون مشکل دنبال بکنه توی دروازه، موقعیت عالی برای استقلال. عکس العمل مرابازه بوده که حالا توپ بازیکن استقلال میرسه و به مانند گل اول و باز عارف غلامی. چه شبی شد امشب برای عارف غلامی.
و البته چاشنی شانس این بار با عارف غلامی. این حالا گل به نام او ثبت میشه یا دانش. بازی خوب خودش رو زکی پور 38مین دقیقه وریا غفوری دورخیز میکنه میزنه در خلاف جهت نتیجه رو مطمئن تر میکنه. وریا جیک استقلال کسب میکنه و استقلال تیمش رو برسونه که حالا نقش یک گلساز فرشید باقری دیاباته و این بار گوهری که مغلوب نمیشه توپی که بر میگرد و یه فرصت دیگه و گل چهارم. گل چهارم از سجاد آقایی میکنه. این واکنش گوهریست. اینجا فرشید با نژاد جناب بازی عوض میکنه. سعید صادقی در سمت راست رفیعی موقعیت خطرناک است برای شهر خود تو سر توپ میزنه یه ارسال یه ضربه سر و گل توی دروازه تو سر توپ پیزد سروش رفیعی این ارسال یه ضربه سر میتونه شوت بزنه نگه میداره توپ رو یه لحظه تعلل کرد حالا ملکیان فرصت شوت زنی وای به این گل به 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 این گل چه گلی زد حسین پیام ملکیان